سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز میخوایم در رابطه با ایمیل روتینگ بهتون آموزش بدیم و میخوایم از طریق کلود فلر بیاییم ایمیل روتینگ بسازیم برای خودمون حالا این ایمیل روتینگ چیه کارش چی هست ایمیل روتینگ میاد از ایمیل اصلی شما مراقبت میکنه و امنیت ایمیل اصلی شما رو خیلی خیلی میبره بالاتر یا حتی اگر یه زمانی شما بخواید داخل یک سایت ثبت نام کنید و اون سایت از شما یه دونه ایمیل بخواد شما میتونید ایمیل روتینگ رو بهش بدید و هر ایمیلی که به اون ایمیل روتینگ ارسال میشه مستقیما توی ایمیل اصلیتون شما اون رو دریافت کنید و هر زمانی هم که خواستید میتونید اون ایمیل روتینگ رو غیر فعال کنید شما میتونید توی کلود فلر بی نهایت ایمیل روتینگ بسازید اما چطور بیایم حالا برای خودمون ایمیل روتینگ بسازیم شما اولین چیزی که نیاز داری یه دونه دامنه هست که باید در ابتدا برید و یه دونه دامنه خریداری کنید و داخل کلوت فلر اون دامنه رو ثبت کنید دامنه از کجا بخریم شما از سایت های ایرانی و خارجی میتونید دامنه برای خودتون خریداری کنید فرق هم نمیکنه حالا دامنه دات آر باشه یا دامنه های خارجی کافیه که توی گوگل سرچ کنید خرید دامنه سایت های زیادی میاد که قیمت های متفاوتی داره به عنوان مثال شما میتونید از پارس ویدیس دی اس یه دونه دامنه برای خودتون خریداری کنید فرقی هم نمیکنه چی باشه میتونید ارزون ترین دامنه که در حال حاضر دامنه دات آر هست رو هم خریداری کنید و از استفاده کنید بعد از اینکه دامنه رو خریداری کردید کافیه که بیایید وارد سایت کلود فلر بشید و دامنه رو برای خودتون ثبت کنید حالا چطور بیایم دامنه رو ثبت کنی زمانی که وارد کلود فلر بشید با چنین صفحه مواجه میشید اینجا توی صفحه اصلی و توی قسمت وبسایت یک گزینه داره با نام اد سایت این رو که بزنید اینجا آدرس دامنه ای که خریداری کردید رو وارد میکنید حالا من یه دونه دامنه همینجوری میزنم فقط برای اینکه بهتون آموزش داده باشم کانتینیو رو من اینجا میزنم تا وارد مرحله بعدی بشم توی این مرحله یک سری پلن ها براتون میاره که این پلن ها پولی هست یکم که بیاید پایینتر یه پلن فری هم اینجا وجود داره یک بار روش میزنید و کانتینیو رو انتخاب میکنید تا این پلن فری برای شما انتخاب بشه توی این صفحه شروع میکنه دی ها رو براتون بررسی میکنه این صفحه که میاد اینجا رو کاریش نداشته باشید کانتینیو رو بزنید تا برید برای مرحله بعد اینجا مجدد کانفیرم رو بزنید و توی این صفحه بیایید پایین تر اینجا دو تا نیم سرور به ما میده که ما باید بیایم این نیم سرور ها که مخصوص کلود فلر هست رو ببریم برای دامن نمون ست کنیم چطور این کار رو بکنید شما از هر جایی که دامنتون رو خریداری کردید میایید وارد پنل کاربریتون میشید کنار دامنتون باید یک سه نقطه یا یک تنظیماتی باش وقتی که روی اون بزنید براتون نوشته چنج نیم سرور یا تغییر نیم سرورها اون رو باید بزنید بازش کنید و این نیم سرور هایی که کلود فلر به شما داده رو جایگذاری کنید اونجا و سیو رو بزنید بعد از اینکه این, این رو کردید بیایید اینجا کانتینیو رو بزنید تا این نیم سرورها ست بشه توجه داشته باشید که از یک ساعت تا 24 ساعت طول بکشه تا این نیم سرورها فعال بشه زمانی که فعال بشه توی کلود فلر کنار دامنتون یه تیک سبز رنگ میخوره و این نشون میده که نیم سرورها به خوبی اوکی شد خب من قبلا یه دونه دامین ثبت کردم توی کلود فلر دامین رو یک بار روش میزنم تا وارد پنلش بشه توی سمت چپ ما یک گزینه داریم با نام ایمیل یک بار روی اون میزنم تا وارد این صفحه بشه اینجا گزینه ایمیل روتینگ رو انتخاب میکنم و میام توی این قسمت که آدرس دهی کنم این رو باز میکنم شما باید بیایید اینجا توی این مرحله آدرس ایمیل اصلیتون رو وارد کنید یعنی ایمیلی که میخواهید ایمیل های دیگه بهش ارسال بشن پس من میام اینجا این گزینه اضافه کردن ایمیل یا اضافه کردن آدرس رو میزنم و توی این کادر آدرس ایمیل اصلیم رو وارد میکنم و سیو رو میزنم زمانی که این کار رو انجام بدم یه دونه لینک تاییدیه به ایمیل اصلی من ارسال میشه شما باید برید وارد ایمیل اصلیتون بشید و اون لینک تاییدیه رو یک بار روش بزنید تا ایمیل شما توسط کلود فلر تایید بشه من قبلا ایمیلم رو اینجا ثبت کردم و میبینید که اینجا توی قسمت استاتوس وریفای رو زد یعنی این ایمیل برای من توی کلود فلر اوکی و ثبت حالا میام اینجا یک گزینه ای داره با نام روتین برای اضافه کردن بی نهایت ایمیل روتینگ یک باروش میزنم و میام پایین تر اینجا یک گزینه ای هست نوشته کریت آدرس برای اضافه کردن ایمیل روتینگ من قبلا دو تا ایمیل روتینگ اینجا اضافه کردم حالا میام یه دونه دیگه میسازم کریت آدرس رو میزنم اینجا یک ایمیل روتینگ میسازم ببینید این دامنه اصلی من هست و اینجا میخوام یک ایمیل روتینگ براش بسازم میزنم امینی 48 آدرس سابدامه اینجا میگه انتخاب کن که چیکار کنه سند تو ورکر داره و سند تو ایمیل من میذارم همین تو ایمیل باشه توی این قسمت وقتی که یک بار کلیک کنید ایمیل های شما رو لیست میکنه ایمیل های اصلیتون رو من ایمیلی که ثبت کردم رو اینجا برام میاره یک بار میزنم روش تا انتخاب بشه و سیو رو اینجا میزنم میام پایینتر میبینید که اینجا برای من ایمیل روتینگم ثبت شده حالا دیگه شما کافیه تو هر سایتی که میخواید ثبت نام کنید یا به هر کسی که میخواید براتون ایمیل بفرسته به جای اینکه بیاید ایمیل اصلیتون رو به اون شخص بدید میتونید بیایید این ایمیل رو به اون شخص بدید و اون شخص زمانی که بیاد به این ایمیل یک ایمیلی رو ارسال کنه یک پیامی رو ارسال کنه که فلر میاد به صورت کاملا اتوماتیک پیامی که ایمیل شده به این آدرس رو انتقال میده به این ایمیل اصلی شما و شما به راحتی میتونید ایمیل رو دریافت کنید و ایمیل هاتون رو هدفمند کنید در نهایت اگر یک زمانی خواستید که این ایمیل روتینگ رو غیر فعال کنید میتونید اینجا از حالت اکتیو اون رو خارج کنید یا بیایید ادیت رو بزنید و اون ایمیل روتینگ رو به کلی پاک کنید به همین راحتی شما میتونید از ایمیل روتینگ کلود فلر توی کارهای مختلف استفاده کنید امیدوارم که از این آموزش بتونید استفاده کافی رو ببرید اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی براتون گذاشتیم بتونید ویدیو جدید رو مشاهده کنید موفق و پیروز باشید